سالار برای چرندن گوسفندانش دنبال کدام علفزار میگشت. اما خشکسالی بود. علف و سبزه در چراگاه نمونده بود. بیچاره گوسفندای ما، اینجا کدام علف باقی نمونده که شما بچرید. آها، چطور که اونجا بریم؟ بیا که بریم. در بخو، در بخو، در بخو. گوسفندای مرا تنها بان، ما اینای دیوانه. گب زدن از کجا یاد گرفتی؟ درست گب بزن، بیادبی نکو. اوهو، ما کوشش میکنم امرای تو کمک شوم. تو چطور گب زده میتونی؟ تمام ماینا ها گب زده میتونه. زمانی که اطفال با کدام مشکل مواجه میشن، ما صحبت میکنم. شما باید داخل او سرای مخروبه نروی. تو میخوایی که گوسفندای ما گشنه بانه؟ پرندی دیوانه. او بچگه که دیوانه، تو میخوایی که تمام گوسفندای خود را بکشتن بدی؟ این سرایی که تو میخوایی اونجا بری مهمات منفجره بینش است. تو چطور میفهمی؟ به خاطر که من علامت های خطر مهمات منفجره را میفهمم، تو هم باید بفهمی. اولین که در این وقتهای اخیر در اینجا جنگ جریان داشت. شاید مهمات منفجره زیاد در این اطراف باشد. دوم، پسته ها و دیگر ساحات متروکه نظامی هیچ وقت علامت خوب نیست. آنها بدون کدام دلیل این پسته ها را ترک نمی کنند. سوم این که زمین ها در این سرای اخیرا دست زده شدند. مهمات منفجره شاید زیر این خرابه ها قرار داشته باشد. درست، دیگه هیچ کس شاید در داخل از این سرای رفته نتانه. نه، این چیزها را که ما دیدیم باید به مردم محلتان خبر بدهیم که آنها باز به تیم ماینپاکی زنگ بزنن، باز تیم ماینپاکی آمده و مهمات منفجره را خونسا کرده و از بین ببرن. تو چطور اینقدر معلومات داری درباره مهمات منفجره؟ ما شاید زیاد گپ بزنم، اما بیشتر یک چیز را زیر نظر دارم. هر قدر که مهمات منفجره را زیر نظر داشته باشیم، همان قدر زندگی بیشتر را نجات خواهیم داد. تشکر از شما ماینا جان. ما میرم تا فوراً خطر این مهمات منفجره را به پدر جانم برسانم. اگر سالار معلوماتش را درباره خطرات مهمات منفجره به دوستان و فامیلش برسانه و همین قسم تمام دوستان و فامیل ها همدیگر را خبر کنه، به زودی جاهای آلوده به مواد منفجره در افغانستان به منطقه امن تبدیل خواهد شد. این قسمی شاید بچه ها را که گوسفند میچرانند کمتر مشوره بدم و کمتر گپ بزنم. شماره تلفن تیم ماینپاکی 3334 یا 070 860 6060 می باشد.